اگر ما در صدد آن باشیم که به هر حال یک مردم سالاری و دموکراسی کشوری رو بیایم بسنجیم و محک سنجش قرار بدیم، باید ببینیم که آیا آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی نیایش در این کشور هست به عنوان اقلیت یا نه. دو، اینی که تا چند روز از نظر دادرسی و عدالت پروری به هر حال آنچه که گفته میشه سوپریم کورت آن کشور بر این هستش که حق و حقوق متساوی اقلیت ها نه فقط حفظ میشه، بلکه در پاسداری آن نیز به هر حال موجود هست. سوم، اینی که باید در نظر داشت مردم سالاری به هر حال صحبت از اقلیت میشه و اکثریت میشه، آیا رأی اکثریت بر این هستش که آن اقلیت باید خاموش باشه، آیا باید به کنار بره، چه از نظر قومگرایی خودش، چه از نظر آنچه که مطرح میشه زبان خودش و غیره. وقتی بحث از آپارتاید میشه، آیا در حال حاضر سیاه پوستا و سفید پوستا در کنار یکدیگر هستند در اون دموکراسی؟ آیا میتونیم آنچه که در جنوب افریقا، جنوب آفریقا گذشته رو ما میتونیم بیایم و آنچه که در اسرائیل یا در هر کشور دیگه اروپایی هست بیایم و به این گونه مقایسه بکنیم؟ وقتی که با ما بحثی از ایران میشه، ایران رو باید در نظر گرفت از یکایی که قوم ها، از یکایی که اشاعر ها و یکایی که مردمانی که در از ترکیب فرهنگی و تمدنی اون رو میان و ترتیب میدن، آیا یکایی که آنان دارای آزادی اندیشه، آزادی هستن از نظر نیایش، آیا سنیان جدن سرکوب نمیشن؟ آیا سیستان و بلوچستان و کردستان به خاطر اینی که در بین آنها سنی مذهب هستند مورد سرکوب قرار نمیگیرند؟ وقتی که ما میخواییم اسرائیل رو مقایسه بکنیم، اسرائیل ما نمیتونیم با یک کشوری که دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی هست بیایم و اون رو مقایسه بکنیم. اسرائیل ما باید مقایسه بکنیم با کشورهای اروپایی، ببینیم آنچه که در اروپا هست و در آمریکا هست از نظر آزادی اندیشه و آزادی بیان و غیره، آیا آن را نیز ما دارا هستیم یا نه. اگر صحبت ما بر این هست که بیایم